تو این ویدیو با هم میگیم تو مخوف ترین محله تهران لیان شامپو یا همون خاک سفید. میدونیم که اینجا پر از قاچاقچی و مواد فروش بوده و هست. با هم میگیم میبینیم زندگی های بعضیشون عجیب غریب، ماشین های خیلی لوکس، وارد کوچه پس کوچه هاش میشیم و حال هوای مردمش رو میبینیم. از اونور بیقانونی هایی که تو سطح شهر وجود داره هنوزه و ساخت و سازهای غیر مجاز، خونه هایی که بیشتر 90%شون غیر قانونی ساخته شدن. با من همراه بشید بریم توی محله پر تراکم و پر جمعیت چی میگذره و چی پیش میاد. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله آوردمتون محله خاک سفید که در حال حاضر به اسم گلشن میشناسنش. شاید به جرات میشه گفت یه زمانی مخوف ترین محله تهران به حساب میومده با خونهای آلونکیش. الان میبینید اکثرا آپارتمان شده، واقعا الان این آپارتمان ها مجازن. به جرات میشه گفت 90% این خونه ها غیر مجاز و قولنامه‌ای ساخته شدن و یه جورای تصرفی. حالا داستان بلندی داره که تو ادامه بهتون حتما میگم. تقریبا میشه گفت سال 1379 این محله رو پلیس یه جورای اومد با خاک یکسان کرد. حتی روزنامه‌های موقع رو ببینید، ببینید تو تیتر روزنامه 1000 تا قاچاقچی تو خاک سفید دستگیر شد. میدونید یعنی چی؟ یعنی بمب فساد و فروش مواد مخدر توی این محله بوده. در حال حاضر به نظرتون این اتفاق کاملا برطرف شده؟ میبینید در ادامه الان خونه ها رو میبینید اکثرا به صورت غیر مجاز ساخته شده، یعنی طبقات و مغازه هر چیو که اینجا میبینید چیز خاصه، از بلبشای پارک کردن ماشینا که دور میدون پارک میکنن برای خودشون توی پیاده رو میشه کامل فهمید که چه خبره. تقریبا یه چیزی که تو خاک سفید خیلی خیلی مشخصه اینه که خیلی از شهرستانا یا به اصطلاح خودمون غربتیا اومدن اینجا ساکن شدن، که تقریبا از سال 57 به بعد. الان پوشش همه تغییر کرده، نوجوانا به شدت تغییرات رو توشون میتونید احساس کنید، ولی محله اون بافت قدیمی و فرسوده شو رو میتونید کامل ببینید که خونه‌ای که از قدیم مونده تقریبا میخونه مخصوص رو فکر کنم 30 تا 40 سال گذشته باشه. از اینجور خونه ها اینجا پره که معلوم نیست توش چه خبره، ممکنه واقعا مسکونی باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. از سرصدای وانتیه که اینجا میاد و خودتون بهتر میشنید موضوع ما آسایش مردم میشه که اینجا زندگی کردن، تا قوانین راهنمایی رانندگی و فروش مواد مخدر که دیگه مثل گذشته نیست. یعنی نمیشه گفت تا قبل از اون با خاک یکسان کردن همه چیز علنی بود، ولی در حال حاضر خیلی چیزها پشت پرده انجام میشه و خودتون بهتر میتونید ببینید. حالا اول ببرم تو خیابون 22 بهمن یا همون ساعت سازی. اومدیم داخل خیابون 22 بهمن همون ساعت سازی. الان میگم ساعت سازی یاد خزانه میفتم، اون چیت سازیش بود. بعضی موقع آدم فکر میکنه که همه محله یه زمانی شبیه هم بودن. حالا خیلیاتون ممکن اینجا خاطره داشته باشی. داریم می‌رسیم به بلوار اصلی که در حال حاضر شده راسته بازار و همه جور اجناسی توش فروش میره، بیشتر پوشاکه که یه جوری بازار پوشاک شده. ولی در گذشته همین بغلی که الان می‌ریم داخل، اینجا خیابون امینه که فکر کنم اسم قدیمیش با ز شروع میشه یا بعضی موقع بهش قربتی‌ها میگفتن. البته کوچه قربتی‌ها جلوتر که کلانتری 144 جوادی است. اون سالی که اینجا رو با خاک یکسان کردن، اون آلونکا رو وقتی تخریب کردن، همه اونا شد این کلانتری، وسط محله کلانتری زدن که اون اراضی لوباشا و مواد فروشا رو یه جورایی ریشه‌شون رو بکنن. دقیقا همین جایی که الان بهتون نشون میدم شده کلانتری و یه جورایی مرکز تمام اون اتفاقات تلخ و مخوف بوده. اینجا کلانتری 144. الان از بهتون نگم که چقدر از نظر ترافیک و قوانین راهنمایی رانندگی اینجا به شدت رعایت نمیشه. یعنی هر جوری که حساب بکنید اینجا جز محلاییه که حتی افسرهای راهنمایی رانندگی هم کاری از دستشون بر نمیاد. یه چهارراه تپه یا سر تپه، میدونید که پایینش اینجا بهش یه زمانی میگفتن تپه و سر تپه، یه چهارراه داره به اسم چهارراه چکنم. تازگی چند تا مأمور گذاشتن که مثلا یه ذره قوانین راهنمایی رعایت کنن، ولی باز اونجوری که باید رعایت نمیشه. برگشتیم دوباره داخل محله. من یه چیزایی در مورد محله بهتون بگم
بریم داخل این میدون، اینجا دقیقا میشه سرای محله خاک سفید یا در حال حاضر به اسم گلشن میشناسنش. الان یه نگاه کنید به این ساختمان، وقتی بهتون میگم اینجا به صورت غیر مجاز ساخته میشه، مثلا طبقه اول یه مدل آجر استفاده شده، طبقه دوم معلوم مثلا چندین سال ازش گذشته و اونو ساختن. حالا برگردیم به تاریخچه این محله. سال 57 اینجا یه زمینی بوده، زمین بایری بوده، بذارم حالا میگن خاکش سفید بوده و اصلا مخصوص کشاورزی نبوده. یه شخصی میاد میگه آقا هر که این زمین رو تصرف کنه و آباد کنه صاحب اون ملکه. هم از اقصا نقاط کشور هر جایی که فکر کنید اومدن، حتی فکر میکنم سمت رسالت، تو ما رسالت اون حلبی آبادی هم یه زمانی اونجا بود، از اونجا اومدن اینجا خونه ساختن و شروع کردن آلانک سازی. آلانک هایی که به همدیگه طریق دالوناشون و تونل هایی به هم راه داشتن. مثلا میگم اگه میمدن یه شخصی رو بگیرن، حالا مواد فروشی، قاچاقچی، اینا میتونستن راحت از این خونه تا اون خونه برن بدون اینکه مزاحمتی براشون ایجاد بشه و یه جورایی فرار میکردن و خیلی راحت قصر در میفتن چون همهشون به همدیگه راه داشتن. الان نگاه کنید لباس ها رو کجا پهن کردن. واقعا میدونی هنوز اون عقاید و اون طرز فکر رو به جا مونده. شاید خیلی چیزا در مرور زمان تغییر کنه، ولی همه چیز که تغییر نمی کنه. کنار این آپارتمان های جدید که حالا گفتم بهتون یه تعدادشون مجازه و خیلی بیشترشون غیر مجازه، آلانکای دیگه هم ساخته شده. اینجا بازار روز محله خاک سفیده که خیلیاتون ممکنه بچه اینجا بوده باشید، اینجا روی زمین فوتبال کردن و اون پایینشو و خیلی چیزا تغییر کرده. الان یه چیزی که اینجا خیلی مشهور، شغل نمایشگاه ماشین اینجا خیلی به چشم میاد. یعنی شما هر طرف رو که نگاه میکنید پر از نمایشگاه ماشینه. چجوری میشه تو همچین محله این همه نمایشگاه ماشین به وجود میاد و پر از تعمیرگاه و اینجور چیزا؟ خودتون بهتر از من میدونید. الان ماشینه که برای فروش گذاشتن گوشه ببینید، همه سمندا برای فروش. بازم هر نقطه دیگه بریم بازم همین شکله، یعنی پر از این نمایشگاه ریز و درشته و بعضی هم ماشینایی که خیلی عیان نشینه، یعنی هر جور حساب میکنید بخواید اونو تهیه کنید راحت به آسونه نیست، مخصوصا با شرایط اقتصادی الان. اومدیم دوباره داخل خیابون اصلی خاک سفید، با هم دیگه میریم به سمت شمالش و بعد دور میزنیم کل محله رو میگردیم و اون حال هوایی که الان میخوام بهتون نشون بدم و بیشتر به نمایش بذارم. اینجا الان دقیقا تقریبا ساعت 3:30 بعد از ظهر میبینید که شلوغه. بله من اینکه پرش میبینید حتی اقل 10-12 تا 15 میلیارد پول یا بیشتر ممکنه پولش بشه، من نمیدونم دقیقا، ولی بین 6 تا 15 میلیارد هست. این ماشینا اینجا چیکار میکنن مشخصه دقیقا. اگه بخوایم حساب کنیم شاید شرایط خیلی بهتر شده نسبت به اون زمانی که اینجا رو تخریب کردن، ولی هنوزه که هنوزه مشکلات جدی داره، هنوزم یه تعداد اینجا به قول خودمون شر به پا میکنن، اراذل و باشن و خیلی چیزا رو انجام ده. شما یواش یواش که بریم اون خورده این شهر بهتر متوجه میشید. الان اون نگاهی دست خیابون میبینید دقیقا روش نوشته تجمع در اینجا خودداری کنید به علت آزار همسایگان. یعنی اینقدر آدم اینجا جمع میشه که خود نون فروشی، نون لواش فروشی تابلو داده که آقا اینجا جمع نشید، یه خودتون حساب کار دستتون بیاد دیگه. الان قیمت مرغ اینجا 72.900، البته بالو چت ماهی 74 تومان، به قیمتایی که من براتون همیشه میگم خیلی فرق میکنه. درسته، یعنی ماهی ما زیر 80 تومن 90 تومن نداریم، قزل که رو 200,000 تومنه. همه چیز اینجا دیگه الان پیدا میشه، همه مکاسبی هست، ولی که پشت این پرده چه خبره شما بهتر از من میدونید و بهتر میتونید درک کنید. وانتی هم که از هر کجا که شما حسابش کنید سرصداش میاد، یعنی فرق نمی الان که ساختمون رو میبینی قشنگ معلوم غیر مجاز ساخته شده، یعنی ساختمون بنا شده اومده بالا. و یه چیزی که اینجا مشهوره همه هم دیگر رو میشناسن، یعنی به صورت
غریزی اکثرا بچه محله اینجا و اینجا محله همیشه حواسشون هست که غریبه وارد محله شون نشه، کلا به این شکل. داشتم بهتون میگفتم خیلی خیابون معروف اینجا هست، میدون تختی هست، خیابون الله اکبر هست، 22 بهمن که بهتون گفتم شده همون ساعت سازی قدیمی، 20 متری عمیق، خیابون طالقانی، زمرد، همه اینا واسه همین محله خاک سفیده. صدا ها رو میشنوید دیگه، اینجا 15 متری اول بود ازش عبور کردیم. یواش یواش جمعیت داره زیاد میشه. اینجا یکی از پرتراکم ترین محله‌های تهران هم به شمار میاد. الان شما تو سطح شهر که بگردید خیلی محله‌ها بچه ندارن، ولی اینجا الان تو همین یه دیگه که من رد شدم هر کسی که داره میشه یه دونه دوتا حداقل بچه داره و واقعا با این وضعیت اقتصادی تربیت کردن بچه یه موزلیه. آدم تو خرج روزانهش میمونه، چه برسه بخواد از پس تربیت و هزینه و همه اینا بر بیاد. الان توی این محله خونه متری 40 میلیونه 50 میلیونه، با این حال که خیلیش قولنامه ایه. یه تصور کنید دیگه، حالا بخواید خرج خونه رو بدید، هزینه خورد و خوراکتون رو بدید و چند تا بچه هم داشته باشید، مسلما با یه شغل معمولی نمیتونید اینو تموم کنید، واقعا دچار گرفتاری شدیدی میشید. اینه که مردم خیلی ناخواسته مجبور میشن خیلی کارا رو بکنن که شاید دوست ندارن. حالا بریم یه نقطه دیگر رو بهتون نشون بدم از خاک سفید، از معضل ترافیکی که اینجا داره. الان نگاه کنیم وانتیه داره این بلوار قشنگ خلاف میکنه، خلاف دور میزنه و باشه میکشه دیگه. از اینجور چیزا زیاده، یعنی کاملا اینجا انگار خود مختاره، با این حال که انقدر تغییراتش ایجاد شده. یعنی اگه شما خاک سفید رو 30 سال پیش میدیدید، 20 سال پیش میدیدید، تقریبا 25 سال پیش، تصورش دیگه واقعا خیلی ترسناک. حساب کنید اون موقعی که اینجا اکثرا آلانک بوده، هر کسی برای خودش هر کاری دوست داشته می‌کرده. بهتون گفتم اینجا یکی از منشأ اصلی فروش مواد مخدر بوده کل سطح تهران. الان خیلی‌هاش از همون دوران باقی مونده یا به همون سبک شروع کردن دوباره ساختن، ولی این بار دیگه به قول خودم یک طبقه نیستش و چند طبقه رو هم دیگه قرار دادن و این شکلی بار خودشون ساخت و ساز کردن به صورت غیر مجاز. اینه که همه چیز با یه تخریب ساده صورت نمیگیره. وقتی که همینجوری زمین رو برمیدارید، همینجوری به هر شخصی که میدید به جورای تصرفی، خب مسلما هیچکی حاضر نیست اینجا رو ترک کنه و خیلی اتفاقای دیگه میفته. چرا که خیلیشون دیگه نمیتونن اون شغلا رو پیدا کنن، چرا خیلیشون کشاورز بودن، کارهای دیگه داشتن تو شهرهای دیگه و وقتی میان اینجا میبینن واقعا اون کارهایی که یا اون درآمدی که میخوان نداشتن، مجبور میشن رو بیارن به کارهای خلاف. خیلی چی داری میکنن. آره دوستان، شما خاطراتتون رو بگی از خاک سفی، از محله‌ای که الان روبرومون میشه جنگلای سرخ حصار، اگه اشتباه نکنم پایینمون میشه خیابون دماوند و همون تهران و بالا حکیمیه، جنوب و غرب اینجا هم که میشه تهران پارش، جزو مناطق خوب تهران به حساب میاد و این نقطه، این زمین خاکی که بوده اون به اسم خاک سفید آباد شده. ببینید چقدر وانتی اینجا تو نمالیات میدن نتیبی تو سطح تهران زیاد آقای تو این محدوده بیشتر از همه سر. اینجا یه پارکیه، حالا خیلی هاتون شاید بشناسید شاید نشناسید، خیلی از این پارک های کوچک اینجا وجود داره که پارک خاک سفید هم جزشون، البته اینجا فکر نکنم پارک خاک سفید بشه. حالا افراد مسن بچه ها میان توی این پارک ها اول بازی میکنن و یه جورای عمراتشون رو میزن، یه ذره یه حال هوایی داره، ولی بازم برای خیلی از اقشار جامعه زندگی کردن تو اینجور محله ها خیلی سخته. میدونید همه چیز اینجا روه. الان نگاه کن این چیز برق بوده، اون آهنشو کندن، حالا ممکنه فیوزش هم ورداشته باشن یا ور نداشته باشن معلومه، ولی اون آهنشو کنده بودن. الان اینجا همه هم دیگر رو میشناسن، میگه عروست چه خبر، همه چیز اوکیه، به قول خودم گفت عروست زایمان کرد. البته این داره اینجا ساخت و ساز غیر مجاز باز انجام میشه، دیوار رو دیوار میذارن و بازم نمایشگاه ماشین پره ها. الان باز اون سمت یه دونه نمایشگاه ماشین، پایین تر باز نمایشگاه ماشین،
فکر میکنم ساختمونه گویای همه چیز هست دیگه. محلی چی بوده در حال حاضر چی هست؟ خیلی از ساختمونه نما ندارن، همون آجری که غیر مجاز ساخته شده رو ساختن و برای خودشون داخلش شدن. خدایی نکرده اگه اینجا یه زلزله بیاد، خب خیلی از این ساختمونه به صورت غیر اصولی ساخته شدن و خودش باعث میشه که اتفاقات ناگوار بیفته. همینجوری سطح شهر تهران پر از این خونهای ناامن هست. حالا حساب کنید در آینده چه اتفاقی میفته. خیلی دوست دارم از این که تجربه زندگی کردن توی گذشته خاک سفید یا الانشو دارن حتما بگم، چون بعد از اینکه حالا یه جورایی پاکسازی کردن اشیا رو از این منطقه، باز به مراتب خیلی وضعیت بهتر شده، ولی بازم هنوز اتفاقات قدیمی میفته. یه جورایی هر از گاهی صداهای یه اخباری از این محله ها به گوش آدم میرسه که تن و وجود آدم رو میلرزونه. ببین الان اکثر ساختمان این خیابون میبینی ساخته شده، حالا من قانونتره، چون هر روی نمای ساختمان میشه یه جورایی فهمید که اینجا مثلا قولنامه‌ایه یا نه سنددار هستش. زمینای خالی هم که مونده این وسط، بعضی موقع میدید آسفالت شده شده کوچه‌ای که واسه بچه‌های اینجا یا نوجوانای اینجا قرار گرفته برای بازیشون. مثلا الان یه نمونهش دقیقاً اون دست خیابونه، الان بهتون نشون میدم. بین دو ساختمون یه زمین خاکی بوده که آسفالت کردن، حالا چیز جالبیه، و بچه‌ها اینجا با رنگ دروازه فرضی درست کردن و پر از حرفایی که کنار این دیوارا نوشته شده یا خط خطیش کردن یا هنوزم مشاهده میتونید بکنید. تو این محله قوانین و چیزای خودشو داره، خیلی برای خودشون هر کاری که دوست دارن میکنن. اشاره کردم بهتون الان تو همین پیاده رو ببین چجوری پارک کردن. کنار خیابون هست، تو پیاده رو هست، هر جایی که شما تصور کنید اینجا مورد تصرف قرار گرفته. تو خونشون دیگه رفته اینجا. با این حال که اون به اصطلاح قربتی‌های قدیمی کمتر موندن و حالا به جورایی بیرونشون کردن، ولی نوجوان اینجا عدید من کلی تغییر کردن، حالا مثبت یا منفی مثل گذشته نیستن، چه نظر پوشش چه نظر طرز فکر. امیدوارم که هر چی که جلوتر میریم طرز فکر بهتر شد و بازتر شد. تو اینجا که همه خونه ها 3 طبقه 4 طبقه است، چی جوری اینجا میتونه 7 طبقه 6 طبقه بسازه؟ مگه میشه؟ بالاخره یه کد ارتفاعی داریم دیگه، نباید انقدر راحت اجازه بدن هر کسی هر جوری دوست داره اینجا ساخت و ساز کنه. در آخر هم میخوام بهتون بگم تو این محله مثل محله‌های دیگه در حالات زندگی در جریانه و هر چیزی هم که اتفاق میفته یه جورایی پنهانه، ولی ظواهر رو میشه حد زد که چه چیزایی پشت پرده این محله ها قرار داره. همه چیز اونجا دم دسترس هست، ولی خب قیمتاش هم مثل بقیه جاها قیمتایی هستش که خیلی از خانواده شاید تو مشاهده نتونن تهیه کنن. از رو موقع پرد شده بیرون ها دور زدیم و برگشتیم دوباره سر ساعت سازی. سعی کردم بعضی از خاطرات و واقعیاتی که توی این محله بود و خیلیاتون از من درخواست کرده بود توی یه ویدیو بهتون به نمایش بذارم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.